درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. نخستین مناظره تلویزیونی شش نامزد انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری ایران شامگاه دوشنبه 28 خرداد ماه برگزار شد. دست کم 9 تن در آتش سوزی بیمارستان قائم رشت کشته شدند. زمین لرزه روز سه‌شنبه در شهرستان کاشمر دست کم 2 کشته و 30 مصدوم بر جای گذاشت. نرگس محمدی توسط دادگاه انقلاب به 1 سال حبس دیگر محکوم شد. پارلمان کانادا با تصویب قطعنامه توماس صالحی خواستار تحریم 31 قاضی و دادستان ایران شد. اسرائیل میگوید ایران در حال قاچاق تسلیحات بیشتر به جنین در کرانه باختری است و با طرح جدید بایدن مهاجران غیر قانونی که با آمریکایی ها ازدواج کردند شهروندی میگیرند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز سه‌شنبه 18 ماه جون 2024 میلادی برابر است با 29 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. نخستین مناظره تلویزیونی شش نامزد انتخابات 14 ریاست جمهوری ایران شامگاه دوشنبه 28 خرداد ماه در شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و مصطفی پور محمدی شش نامزد تایید شده توسط شورای نگهبان در این مناظره حضور داشتند. موضوع تحریم‌ها و مدیران ناکارآمد در جمهوری اسلامی و نقش آنها در مشکلات اقتصادی و اتلاف منابع از محورهای اختلاف بین نامزدها بود. علیرضا زاکانی شهردار تهران و از نامزدهای اصولگرایان در بخشی از این مناظره گفت مشکل اقتصادی ایران تحریم ظالمانه آمریکا نیست، تجویزهای اقتصادی آمریکاست. او با بیان اینکه باید تحریم‌ها را خنثی کرد، با طرح ادعایی درباره واکسن کرونا به دولت حسن روحانی حمله کرد و همراه با قاضی‌زاده هاشمی به ستایش دولت ابراهیم رئیسی در واردات واکسن کرونا پرداختند. مسعود پزشکیان نماینده مجلس و نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان در واکنش به این اظهارات تحریم را فاجعه دانست و گفت میگویند تحریم را دور میزنیم، در این مسیر کلی بخور بخور وجود دارد، در رتبه بندی فساد از آخر کشور 15 جهان هستیم. او در بخش دیگری از سخنان خود گفت که تحریم را جنگ اقتصادی میدانم و کشته های آن فقرا هستند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از نامزدهای اصولگرایان هم در این مناظره گفت که تلاش خواهد کرد تحریم ها را رفع کند و از جمله رفع تحریم در حوزه سرمایه گذاری خارجی را دنبال خواهد کرد. مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری هم گفت ما تحریم شده ایم و تمام اقتصاد و تمام روابط اقتصادی و تجاری ما قفل شده است. به افزود برخی می گفتند تحریم مسئله مهم نیست، الان هم همی را می گویند. دنیا علیه ما تحریم های فلج کننده اعمال کرده، ما در لیست سیاه کشورها قرار گرفتیم. وقتی تمامی روابط تجاری و مالی ما قفل شده و آلان اقتصادی چگونه کار کنند؟ در این مناظره به طور کلی پزشکیان و پور محمدی و تا اندازه قالیباف بر تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران تاکید داشتند و سه نامزد دیگر جناح اصولگرا همان رویکرد معروف این جناح مبنی بر کاغذ پاره بودن تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی را دنبال می کردند. سعید جلیلی هم رشد اقتصادی را نیازمند استفاده از فرصت ها دانست و گفت که نباید رشد اقتصادی را به جذب سرمایه خارجی منوط کرد. قرار است که مناظره دوم 31 خرداد ماه، مناظره سوم اول تیر ماه، مناظره چهارم 4 تیر ماه و مناظره پنجم 5 تیر ماه برگزار شود. گزارش خبرگزاری های ایران حاکی است که در یک آتش سوزی در بیمارستان خصوصی قائم در رشت دست کم 9 تن جان خود را از دست دادند. این بیمارستان 250 تخت خوابی ساعت 1:13 بامداد امروز سه‌شنبه 29 خرداد ماه دچار آتش سوزی شد.
صادق نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است که به دنبال این حادثه 8 تن که در بخش آی سی یو بستری بودند جان خود را از دست دادند و 120 مصدوم هم در سایر مراکز درمانی بستری شدند. ساعتی بعد اعلام شد که تعداد کشته شدگان به 9 تن افزایش یافته است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی علت این حادثه را اتصال در مجاورت بخش مراقبت‌های ویژه آی سی یو عنوان کرده و گفته است که با رصد و ارزیابی حادثه اگر قصوری باشد به مراجع قضایی اعلام می شود. زمین لرزه روز سه‌شنبه 29 خرداد ماه در شهرستان کاشمر دست کم 2 کشته و 3 مصدوم بر جای گذاشت. حجت الله شریعت مداری فرماندار کاشمر گفته است که 2 تن بر اثر سقوط از نمای ساختمان جان باختند. به گزارش رکنا فرماندار کاشمر گفته است که تعدادی از شهروندان زیر آبار گرفتارند و نیروهای امدادی در تلاش برای خدمت رسانی به آنها هستند. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت 13:24 دقیقه روز سه‌شنبه 29 خرداد ماه این زمین لرزه را ثبت کرد. به گزارش مرکز جهانی لرزه‌نگاری این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و در 2 کیلومتری کاشمر رخ داده است. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرد که موکلش از سوی شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. این وکیل دادگستری روز سه‌شنبه 29 خرداد ماه با انتشار یک پست در شبکه اجتماعی ایکس گفت که مصادیق و دلایل صدور این حکم علیه نرگس محمدی که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند از جمله صحبت‌های او در مورد دینا قالیباف، تحریم انتخابات مجلس و نامه به پارلمان‌های سوئد و نروژ بودند. دینا قالیباف پیش از این در شبکه ایکس روایت خود از نحوه دستگیریش توسط گشت ارشاد و تعرض جنسی مامور حکومتی را منتشر کرده بود که بعد از انتشار مطلب دستگیر و زندانی شد. به این روایت را برای زندانیان زن زندان اوین هم بازگو کرد که نرگس محمدی در یک پیام صوتی نسبت به این روایت واکنش نشان داد. گزارش ها از ایران حاکی است که مریم مهرابی، خواهر محمود مهرابی، زندانی محکوم به اعدام به همراه 2 دختر خردسالش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این سه تن روز سه‌شنبه 29 خرداد ماه بازداشت و همه وسایل الکترونیکی منزل از جمله تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ‌های بازداشت شدگان هم ضبط شده است. هاجر مهرابی دیگر خواهر محمود مهرابی گفت که خواهرش مریم به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر اتهامات آقای مهرابی را افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب گسترده نشر اکاذیب در صفحه اینستاگرامی، تبلیغ علیه نظام، تحریک نیروهای نظامی و انتظامی به عدم اجرای وظیفه، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرده است. کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت فرزانه قره‌حسن‌لو که در زندان مشهد به سر می‌برد ابراز نگرانی کرد. این زندانی در اعتراض به بدرفتاری مقامات زندان وکیل‌آباد با او و دیگر زندانیان دست به اعتصاب قضا زده است. اریک اولند نایب رئیس این کمیسیون بدرفتاری مقامات جمهوری اسلامی با این زندانی و دیگر کسانی را که به خاطر بیان عقیده زندانی شدند نفرت انگیز خواند. او در این بیانیه تصریح کرد دولت آمریکا باید تلاش‌های بین‌المللی برای جمع‌آوری و مستند کردن شواهد خشونت سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه زندانیان را رهبری کند. خشونت‌هایی که توقف رساندن دارو، دادن مواد مخدر و فرستادن مخالفان حجاب اجباری به بیمارستان‌های روانی را شامل می‌شود. فرزانه قره‌حسن‌لو و حمید قره‌حسن‌لو همسرش بعد از مراسم 40 حدیث نجفی در پی حمله نیروهای امنیتی به خانهشان بازداشت و سپس به دست داشتن در مرگ یک بسیجی به نام روح الله عجمیان متهم شدند. اتهامی که از توی آنها قویاً رد شده است. فرزانه قره‌حسن‌لو کارشناس علوم آزمایشگاهی و همسرش پزشک بوده و گفته می شود که از دراویش گنابادی و معتقدان به صوفی هستند. نمایندگان پارلمان کانادا روز دوشنبه 28 خرداد ماه به اتفاق آرا
قطعنامه‌ای را تصویب کردند که در آن حکم اعدام توماچ صالحی، رپر ایرانی محکوم و دولت کانادا خواسته شده تا تحریم‌هایی را علیه قضات و دادستان‌های دادگاه‌های انقلاب اسلامی اعمال کند. این قطعنامه توسط هدر مکفرسون، نماینده پارلمان از حزب دموکراتیک جدید ارائه شد. این قطعنامه از دولت کانادا می‌خواهد تا 31 قاضی و دادستان دادگاه‌های انقلاب را که مسئول نقض حقوق بشر هستند تحریم کند. این فهرست توسط گروهی از ایرانیان خارج از کشور به نام کالکتیو عدالت برای ایرانیان با همکاری وکلا و مدافعان حقوق بشر بین‌المللی تهیه شده است. بلندان اشمان در این لحظه توجه شما را به پنج‌پایه بازرگانی جلب می‌کند. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. وزیر دفاع اسرائیل می گوید ایران در تلاش برای ارسال غیرقانونی تسلیحات بیشتر به منطقه جنین در کرانه باختری است. یوآف گالانت روز دوشنبه در بازدید از شمال کرانه باختری که جنین در آن منطقه واقع شده گفت با توجه به تلاش ایران برای ارسال غیرقانونی تسلیحات به منطقه، اسرائیل تیم‌های دفاع محلی را از نظر تسلیحاتی تقویت کرده و برای مراقبت از اسرائیلی‌های ساکن در شهرک‌های نزدیک گروه‌های تازه‌ای برای مداخله فوری در مواقع ضروری تشکیل می‌دهد. به گفته او این گروه‌ها قرار است که به تهدیدات امنیتی پاسخ فوری بدهند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال گالانت در این بازدید افزود ارتش، پهپاد و تسلیحات پیشرفته در اختیار این گروه‌های دفاع محلی خواهد گذاشت تا امنیت ساکنان در این منطقه تقویت شود. واشنگتن میگوید برای مقابله با نفوذ بدخواهانه جمهوری اسلامی، یک گروه شبه نظامی عراقی را که تحت حمایت ایران است در فهرست ویژه تروریسم قرار داده است. این گروه بخشی از مقاومت اسلامی عراق محسوب میشود. ایالات متحده میگوید قاطعانه میکوشد تا با نفوذ بدخواهانه جمهوری اسلامی به عنوان حامی اصلی تروریسم در جهان مقابله کرده و از قابلیت و توانایی شبه نظامیان حامی ایران که تهدیدی علیه آمریکا محسوب میشوند بکاهد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از قرار دادن گروه شبه نظامی عراقی حرکت انصار الله الاوفیا در فهرست ویژه تروریسم خبر داد.
در شرایطی که حماس و بنیامین نتانیاهو هنوز با پیشنهاد آتش بس رئیس جمهوری ایالات متحده برای پایان جنگ در غزه موافقت نکردند، ارتش اسرائیل حملاتش را به مناطق مختلف غزه گسترش می‌دهد. به گزارش رویترز، حملات هوایی اسرائیل به دو اردوگاه آوارگان در نوار غزه در روز سه‌شنبه به مرگ دست کم 17 فلسطینی منجر شد و تانک های اسرائیلی تا عمق شهر رفح در جنوب این منطقه پیشروی کردند. ساکنان رفح از گلوله باران شدید تانک ها و هواپیماها در چندین منطقه این شهر خبر دادند، جایی که بیش از 1 میلیون تن قبل از ماه می به آنجا پناه برده بودند. از زمان تهاجم نیروهای اسرائیلی به شهر، بیشتر مردم و آوارگان به سمت شمال گریختند. مقامات بهداشتی فلسطین اعلام کردند که در روزها و هفته‌های گذشته تعدادی غیر نظامی کشته شدند که تیم‌های نجات نتوانستند به آنها دسترسی پیدا کنند. نشریه واشنگتن پست آمریکا روز دوشنبه به نقل از منابع خود گزارش داده که دو نماینده مهم دموکرات در کنگره این کشور سرانجام با فروش عمده تسلیحات به اسرائیل که شامل 50 جت جنگنده 15 به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار است موافقت کردند. به گزارش این نشریه، گریگوری میکس نماینده مجلس نمایندگان و بن کاردین نماینده سنا که با مخالفت خود این طرح را برای ماها متوقف کرده بودند، تحت فشار شدید دولت بایدن قرارداد فروش تسلیحات را امضا کردند. گریگوری میکس و بن کاردین دو تن از 4 قانونگذار کنگره بودند که می توانستند فروش نظامی خارجی را وتو کنند. دو جمهورخواه ارشد این کمیته یعنی سناتور جیم ریش از آیداهو و مایکل مکال از تگزاس ماها پیش قرارداد فروش جنگنده‌های F-15 و بسته مهمات را امضا کرده بودند. هزینه این تسلیحات عمدتاً تا یه چند سال و از محل بودجه سالیانه 3.3 میلیارد دلاری واشنگتن برای اسرائیل تامین می‌شود. ولادیمیر پوتین در جمهوری روسیه امروز شنبه بعد از 24 سال بار دیگر عازم پیونگیانگ شد تا با همکاری متحدش ارتش روسیه را برای ادامه جنگ با اوکراین تقویت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در نامه‌ای که رسانه‌های کره شمالی روز سه‌شنبه قبل از سفر برنامه ریزی شده پوتین به کره شمالی منتشر کردند، رئیس جمهوری روسیه بر حمایت بی‌دریغش از پیونگیانگ تأکید و یادآوری کرده که دو کشور در 70 سال گذشته بر اساس برابری، احترام متقابل و اعتماد روابط و شرکت‌های خوبی ایجاد کردند. بین بهش ما برای تجارت سازوکارهایی را توسعه خواهیم داد که تحت کنترل غرب نیستند و در برابر محدودیت‌های یک جانبه غیرقانونی مقاومت می‌کنند. پوتین در نامش از کره شمالی بابت حمایت از آنچه روسیه عملیات نظامی ویژه در اوکراین می‌نامد تشکر کرد و قول داد که از تلاش‌های پیونگیانگ برای دفاع از منافعش در برابر فشار، باج‌خواهی و تهدیدهای نظامی آمریکا حمایت کند. رسانه دولتی کره شمالی هم مقالاتی در ستایش از روسیه و حمایت از جنگ این کشور در اوکراین منتشر کرد و آن را جنگ مقدس همه شهروندان روسیه خواند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز.
تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک استوکهلم دسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفاف سازی و جوان سازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضله سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکالم دسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که در حمله هفته گذشته شورشیان حوثی یمن به یک کشتی باری یک دریانورد فیلیپینی کشته شد و سپس این اقدام حوثی‌ها را مصداق تروریست نامید و محکوم کرد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت که دریانورد فیلیپینی کشته شده جزو خدمه کشتی یونانی توتور بود که با پرچم لیبریا تردد می‌کرد و هیچ ارتباطی با جنگ در غزه نداشت. بر اساس گزارش سازمان عملیات تجارت دریای بریتانیا، این کشتی بر اثر حمله پهپادی حوثی‌ها از منطقه هدیده در روز چهارشنبه آسیب شدیدی دید و آب بسیاری وارد موتورخانه آن شد، به طوری که خدمه کشتی ناگزیر به ترک شدند. سرویس مرزی لهستان روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس، بازگرداندن یک خانواده پناهجوی افغان از خاک آلمان به این کشور را مورد انتقاد قرار داد. در این بیانیه آمده انتقال اتباع خارجی به لهستان توسط پلیس آلمان برخلاف اصول همکاری میان دو سرویس و برخلاف قانون انتقال صورت گرفته. مقامات آلمانی نباید خودسرانه چنین تصمیمی بگیرند. بنا به گزارش ها جمعه گذشته یک خانواده 5 نفره پناهجوی افغان به دلیل ورود غیرقانونی بدون مدارک لازم به خاک آلمان توسط پلیس این کشور بازداشت شدند. ماموران پلیس آلمان سپس این خانواده را سوار بر خودرو کرده و وارد یک روستای مرزی در لهستان شدند و آنها را در آنجا رها کردند. نخست وزیر لهستان گفت که او در نشست غیر رسمی اتحادیه اروپا در بروکسل در هفته جاری با اولاف شولت، صدر اعظم آلمان، درباره این رویداد غیر قابل قبول گفتگو خواهد کرد.
انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از برنامه جدیدی رونمایی کند که مسیر کسب شهروندی را برای افرادی فراهم خواهد کرد که به صورت غیرقانونی در آمریکا حضور دارند اما با آمریکایی‌ها ازدواج کردند. یک منبع مطلع از طرح‌های بایدن گفت که رئیس جمهوری برنامه جدید را امروز شنبه در رویدادی در کاخ سفید به مناسبت 12th سالگرد برنامه اقدام متأخر برای ورودی‌ها در کودکی داکا اعلام خواهد کرد. این برنامه از برخی مهاجران فاقد مدارک قانونی که در کودکی با آمریکا آورده شدند محافظت می‌کند تا از کشور اخراج نشوند و به آنها مجوز کار قانونی می‌دهد. این طرح می‌تواند به نفع حدود 500,000 خانواده آمریکایی باشد که ازدواجشان به اصطلاح وضعیت ناهمگون دارد و حضور یکی از والدین در آمریکا به صورت قانونی نیست. برنگان عشمن به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.